Assalomu alaykum xonandagon aziz. Mavzu imrozi mo energiya va energiya kinetiki meboshad. Mafhumi energiya, ya'ni energiya chiz dar avval shinos meshavim. Qobiliyati kor ijro kuni jismro energiya menoman. Ya'ni energiya buzurgi fiziki estki chi qadar kor ijro kardani jism va yo sistemi jismhoro nishon medihad. Ya'ni jism hamon vaqt kor ijro mekunad ki agar اون جسم صاحبی انرژی باشد. انرژی این قابلیت کار اجرا کنی جسم را میگویند. انرژی مکانیکی دو خل می شود. انرژی کینتیکی و پتانسیلی. البته نمود های دیگری انرژی نیز موجود هستند. انرژی الکتریکی، انرژی گرمی. اما ما باشد در صنف هفت همراه شمایان اساسا انرژی مکانیکی را می آموزیم که این به دو نوع جدا می شده است. Energi kinetiki ve energi potensiyeli. Energi kinetiki çiz. Energiye ki cism ba on, dar netice hareketi hud doğru megardad, energi kinetiki menoman. Kinetiki az kelime Yunani kineme, yani harekat girifte şuda az. Her cisme ki sohibi harekat boşad, albatta on cism doğru energi kinetiki me boşad. Energi kinetiki ro az rey formulayı یک کا برابر ام و کوادرات تقسیم دو حساب نمودن ممکن است. در اینجا یک کا انرژی کینتیکی می باشد، ام ماس جسم و و سرعت به حساب می رود. هنگام حساب کتاب ها انرژی را با جول، ماس را با کیلوگرم و سرعت را با متر تقسیم ثانیه گرفتن لازم است. مسئله اول، ورزشکاری ماس 60 کیلوگرم با سرعت 3 متر تقسیم ثانیه می‌دهد. انرژی کینتیکی او چی قدر است؟ با فرمول گذاشته انرژی کینتیکی رو معاین میکنیم. یک برابر ام و کوادرات تقسیم دو. به جای ماس 60 کیلوگرم ضرب 3 متر تقسیم ثانیه در کوادرات تقسیم دو. این را حساب نموده حاصل میکنیم 270 جول. یعنی انرژی کینتیکی این آدم برابر بوده است به 270 جول. مسئله دویم، دو ورزشگری مسی هر یکیشان 50 کیلوگرمی با سرعت های موافقا 2 متر تقسیم ثانیه و 4 متر تقسیم ثانیه دویده ایستادند. انرژی کینتیکی ورزشگری دویوم از انرژی کینتیکی ورزشگری یکم چند مرتبه زیادتر است. یعنی دو ورزشکار ماسشون یخیله اما سرعتهایشون گوناگون. ما باید معاین نماییم که انرژی کینتیکی آنها چند مرتبه از همدیگر فرق می نماید. برای این انرژی کینتیکی آنها را اول در علایدگی معاین میکنیم. انرژی کینتیکی نفر یکم برابر است به M ضرب V یک کوادرات تقسیم دو برابر 50 کیلوگرم ضرب 2 متر تقسیم ثانیه در کوادرات تقسیم دو. جواب این کسر برابر می شود به 100 جول. اکنون انرژی کینتیکی نفر دویم رو می یابیم. انرژی کینتیکی دویم برابر است به M ضرب V2 کوادرات تقسیم 2 برابر 50 کیلوگرم ضرب 4 متر تقسیم ثانیه در کوادرات تقسیم 2. این برابر می شود به 400 جول. اکنون نسبت این انرژی ها رو معاین میکنیم. N برابر انرژی کینتیکی دویم تقسیم انرژی کینتیکی یکم برابر می شود به 400 جول تقسیم 100 جول. این برابر است به 4 مرتبه. یعنی انرژی کینتیکی ورزشکاری دویم از انرژی کینتیکی ورزشکاری یکم 4 مرتبه زیاد بوده است. مسئله نوبتی، انرژی کینتیکی ورزشکار 100 جول می باشد. ماسه ورزشکار چقدر است اگر او با
با سرعت 2 متر تقسیم ثانیه دویده ایستاده باشد. یعنی از فرمول انرژیتیکی ما باید ماس جسم را معاین کردن ما لازم است. انرژی کینتیکی برابر است با m ضرب v کوادرات تقسیم 2. از اینجا ما باید ماس جسم را معاین کردن ما لازم است. برای این m ضرب v کوادرات برابر می شود به 2 1. از اینجا m رو معاین کردنی شویم، برابر می شود هم ضرب نامعلوم v کوادرات به مخرج و 2 1 به بالا. این برابر است به 2 ضرب 100 جول تقسیم 2 متر ثانیه در کوادرات. جواب این کسر برابر می شود به 50 کیلوگرم. یعنی ماسه این ورزشکار برابر بوده است به 50 کیلوگرم. مسئله دیگر، انرژی کینتیکی ورزشکار 80 جول می باشد. سرعت ورزشکار چی قدر است اگر ماسه او 40 کیلوگرم باشد؟ از این مسئله ما باید سرعت جسم را معاین کردن ما لازم است. انرژی کینتیکی برابر است با mv کوادرات تقسیم 2. از اینجا ما باید سرعت را معاین کردن ما لازم است. m ضرب v کوادرات برابر است به 2 انرژی کینتیکی. از اینجا v کوادرات را یابیم، هم ضرب نامعلوم به مخرج m و 2 1 به صورت کسر. اگر خودی سرعت را یافته نشویم، ریشه کوادراتی 2 1 تقسیم m. قیمت ها را گذاشته حساب میکنیم. ریشه کوادراتی 2 ضرب 80 جول تقسیم ماس 40 کیلوگرم. 80 تقسیم 40 2 می شود، 2 کار 2 4، از 4 از تحت ریشه کوادراتی 2 می برود که متر تقسیم ثانیه. یعنی سرعت حرکت این ورزشکار به 2 متر تقسیم ثانیه برابر بوده است. مسئله پنجم، جسم ماسش 2 کیلوگرم عمودان سوی بالا پرتافته شد. بعد مدت معین وقت انرژی کینتیکی جسم به 9 جول برابر گشت. سرعت جسم به چی برابر است؟ در این مسئله مثل مسئله چهارم، سرعت جسم رو ما باید معاین کردن ما لازم است. انرژی کینتیکی برابر است mv کوادرات تقسیم 2 گفتیم. اگر ما از اینجا سرعت رو یابیم، v برابر ریشه کوادراتی 2 انرژی کینتیکی تقسیم ماس بود. قیمت ها رو گذاشته حساب میکنیم. 2 ضرب 9 جول تقسیم 2 کیلوگرم. 2 با 2 اختصار می شود و از تحت ریشه کوادراتی رقم 9 حاصل می شود 3 متر تقسیم ثانیه. یعنی این جسم بعد مدت وقت هنگام صاحب سرعت 3 متر ثانیه گشتن، انرژی او به 9 جول برابر می شود. یعنی انرژی کینتیکیش و برابر 3 متر تقسیم ثانیه. مسئله نوبتی، تغییریابی انرژی کینتیکی پویزد ماسش 800 تن هنگام زیاد شوی سرعتش از 36 کیلومتر تقسیم ساعت تا 54 کیلومتر تقسیم ساعت یافته شود. یعنی پویزد در یک قطعه را سرعتش را از 36 تا 54 کیلومتر ساعت افزون نمود. در این هنگام انرژی کینتیکی پویزد به چه قدر افزوده است ما باید معاین کنیم. سراول وایت های بزرگی را به سیستم سی افاده میکنیم. 36 کیلومتر تقسیم ساعت برابر می شود به 10 متر تقسیم ثانیه و 54 کیلومتر ساعت برابر می شود به 15 متر تقسیم ثانیه. یعنی به 3 از 6 تقسیم نمودیم. 800 تن باشد به 800 هزار کیلوگرم و یا اینکه 8 ضرب 10 درجه 5 کیلوگرم. اکنون انرژی کینتیکی پویز را در هر دو مورد معاین میکنیم. انرژی کینتیکی هنگام اول برابر است به m ضرب v1 کوادرات تقسیم 2. این برابر است به 8 ضرب 10 درجه 5 کیلوگرم ضرب 10 متر تقسیم ثانیه در کوادرات تقسیم 2. این برابر می شود به 4 ضرب 10 درجه 7 جول. اکنون انرژی کینتیکی را هنگام
15 متر تقسیم ثانیه بوده این صورت پویز معاین میکنیم یک ای دو برابر ام ضرب وی دو کوادرات تقسیم دو برابر 8 ضرب 10 درجه 5 کیلوگرم ضرب 15 متر ثانیه در کوادرات تقسیم دو که این برابر می شود به 9 ضرب 10 درجه 7 جول. اکنون فرقی این انرژی های کینتیکی رو معاین میکنیم. دلتا انرژی کینتیکی برابر است انرژی کینتیکی دو طرح انرژی کینتیکی یک برابر 9 ضرب 10 درجه 7 طرح 4 ضرب 10 درجه 7 این برابر می شود با 5 ضرب 10 درجه 7 جول. یعنی تغییرات انرژی کینتیکی پویز در این قطعه با 5 ضرب 10 درجه 7 جول برابر بوده است. مسئله هفتم، در دوامی حرکت انرژی کینتیکی 4 مرتبه افزود، سرعت حرکت جسم چگونه تغییر یافت؟ یعنی وقتی که انرژی کینتیکی زیاد گردید 4 مرتبه، سرعت حرکت چند مرتبه و چگونه تغییر یافت ما باید معاین نماییم. سر اول فرمول های انرژی کینتیکی رو می نویسیم. انرژی کینتیکی برابر است و ام ضرب و کوادرات تقسیم دو. از اینجا وقتی که ما سرعت رو یافته نشویم، ریشه کوادراتی دو انرژی کینتیکی تقسیم ام که ما در سلایت های پیشینه این را حاصل کرده بودیم. اکنون برای جسم یکم و یک برابر ریشه کوادراتی دو انرژی کینتیکی یک تقسیم ام و از آنی حالت دویم باشد و دو برابر دو انرژی کینتیکی دو تقسیم ام. از بیان که انرژی کینتیکی دو زیاد است پس سرعت دویم زیاد است، برای این و دو تقسیم و یک رو میابیم برابر ریشه کوادراتی دو انرژی کینتیکی دو تقسیم ام و ریشه کوادراتی دو انرژی کینتیکی یک تقسیم ام. از اینجا ماسه و رقم های دو اختصار شده در داخل ریشه کوادراتی باقی میمونند انرژی کینتیکی دو تقسیم انرژی کینتیکی یک. این برابر می شود به ریشه کوادراتی 4. از ریشه کوادراتی 4 دو حاصل می شود. یعنی سرعت جسم در این هنگام دو مرتبه زیاد گردیده بوده است. جواب مسئله n برابر 4 گفتن ممکن است. با همین موضوع امروزی ما به آخر میرسد خوانندگان عزیز. در این سلاید اوید به موضوع انرژی کینتیکی یک چند مسئله ها همچون کاری مستقلانه آورده شده اند. خیر تا درسی آینده.